شما به تازگی از اسلو برگشتید، جایی که شما در یک نشست اشتراک کرده بودید. می شود با ما بگویید که چه تأثیراتی چنین گرد همایی ها و نشست ها در عرصه حقوق بشر دارد؟ کنفرانس اسلو به حقوق زنان افغان و توانمندسازی آنها تمرکز داشت. یک کنفرانس بزرگ بود، به خاطر که فکر می کنم تقریبا 120 تا 130 زن افغان در آن گرد هم آمده بودند تا در مورد نگرانی ها، امید ها و دستاوردهایشان صحبت کنند. چنین کنفرانس ها بسیار خوب است تا به جهانیان نشان دهد که زنان افغان زنان قوی اند. زنان افغان چیزی را که می خواهند می دانند و آنها برای حصول آن بسیار شدید کار می کنند. بنابراین من امیدوارم که این کنفرانس ها به آنها کمک کند که همکاری بین المللی را که تاکنون از آن برخوردار بودند جلب کنند و امیدوارم چنین چیزی در کنفرانس لندن بازتاب یابد که یک هفته بعد تر برگزار می شود. می توانید لطفاً در مورد نقشتان در این نشست توضیح بدهید؟ نقش من در این نشست مثل موارد دیگر نقشی بود که در دری به آن سرپرست می گویند. فردی که سرپرستی می کند، نه اینکه در واقع نظارت. مثل یک مادری که مراقب کار کودکانش است و می‌بیند که آنها چه می‌کنند. نقش من یک همکار و تسهیل کننده و ترغیب کننده است. من بسیار زیاد خرسند بودم که از من خواسته شد که در آن کنفرانس حرف بزنم و در سخنرانی من بیشتر گرایش های عمومی بازتاب یافته بود که میخواستم بر آن تاکید کنم. اما من تمام بحث ها و مناظره ها را به زنان اشتراک کننده گذاشتم تا در موردی که آنها میخواستند در این کنفرانس بحث کنند. بنابراین من اساسا خیلی خوشحال بودم که رشد تمام این زنان را میدیدم که آنها در سفرشان تا این موقع چقدر دستاورد داشت. شما علاقه به کار در کدام عرصه در افغانستان را دارین؟ قبلا گفته بودید که یک بخش فعال در این جامعه خواهید بود. به همان معنا است. من فکر می کنم به عنوان بانوی اول مسئولیت دارم که برای مردم این کشور کار کنم. من در حال حاضر قسمی که قبلا در مصاحبه های زیاد دیگری گفتم نقش یک شنونده را دارم. مردم زیادی می آیند و با من صحبت می کنند. برخی اوقات تنها گروه ها و زمانی هم مردان و زنان با هم می آیند و در مورد مشکلاتشان و در مورد راه حلی که آنها فکر می کنند باید داشته باشند با من حرف می زنند. من همین طور با آنها گوش می دهم و امیدوار هستم که در نهایت قادر به شناسایی ساحات مشخصی باشم که می توانم با آنها به گونه مستقیم کمک کنم. فعالیت های عمده‌ای که شما در افغانستان در گذشته انجام دادید کدام ها بودند؟ My more recent stay in Afghanistan was since 2002. خب آخرین اقامت من در افغانستان از 2002 بدین سو بوده است و در سال 2002 من بسیار مشغول با کودکانی بودم که بر سر جاده ها کار می کردند. آنها افراد بسیار جوانی هستند که توجه را به خود جلب می کنند و تلاش بسیار زیاد می کنند که خانواده هایشان را کمک کنند و من از طریق سازمان تحت نام آشیانه به آنها دست یافتم. من آشیانه را سالهای زیادی کمک کردم. من در عرصه جلب کمک‌های مالی و ایجاد برنامه برای کودکان و آمدن و تماشای بازی‌ها و آموزش‌های آنها با آشیانه همکاری کردم. کودکان آینده هر کشورند و حس می‌کنم بسیار مهم است که برنامه‌هایی مثل آشیانه داشت تا مراقب آنهایی بود که آسیب‌پذیرترین هستند.
به گونه مشخص میتونین بگوین که به بانوی اول افغانستان چی مهم است؟ Yes, I think you know there is a lot that needs to be done in Afghanistan, of course. بله، فکر می‌کنم شما می‌دانید که کارهای زیادی است که باید در افغانستان صورت گیرد. البته افغانستان کشوری است که در جریان 23 سال جنگ داخلی چیزهای زیادی در آن از بین رفته است. من تنها در مورد ویرانی فیزیکی سخن نمی‌زنم. بافت اجتماعی تخریب شد و خانواده‌های زیادی از هم پاشیدند و شمار افرادی که در محل بود و باششان زندگی می‌کردند با بیرون از کشور نقل و مکان کردند و در واقع به یک جامعه از هم پاشیده تبدیل شد. اما خوشبختانه در جریان 13 سال ثبات گذشته شما می‌بینید که این جامعه دوباره به هم می‌پیوندند. چیزی را که من درک کردم، زنان دیگر به آن حد که آنها قبلا مورد احترام بودند نیستند. در مقایسه با آن زمانی که بار اول به افغانستان، هنگامی که در سال 1975 ازدواج کرده و آمدم، و در آن زمان چیزی بود که در زبان دری به نام فرهنگ افغانی نامیده می شود و در آن فرهنگ افغانی زنان نقششان را داشتند. زنان احترام می شدند، آنها دستور به احترام و قدردانی در داخل خانواده هایشان را می دادند. برخی از آنها وظایفی بیرون از خانه هایشان داشتند. شاید شمارشان زیاد نبود، اما یک تعداد آنها به مشارکت کننده قوی در جامعهشان تبدیل شده بودند. من بسیار خرسند می شوم که اگر ما فرهنگ افغان را دوباره حصول و پیاده کنیم که زنان در آن به خاطر کسی که هستند و کار می کنند و مشارکتی که در خانواده ایشان دارند احترام می شوند. قسمی که شما می دانین محدودیت های زیادی بر کار کردن زنان در مجموع وجود دارد. بدی است که برای شما هم انجام کارهایتان به عنوان بانوی اول به گونه شایسته آسان نخواهد بود. شما چگونه بر این چالش ها که حالا با او مواجه هستین و قرار است در آینده هم با او مواجه شوین غالب خواهید شد؟ ممکن در آینده با چالشی مواجه شوم. در حال حاضر خوشبختانه با آنکه نمیتوانم بگویم که وقت راحتی دارم، اما من قادر به ایجاد یک دفتر شدم. شمار زنان جوانی است که با من همکاری میکنند. آنها زنان روشنی هستند و من احساس میکنم که قادر خواهم شد که چیزهای زیادی را حاصل کنم. من میدانم که نمیتوانم به آسانی به دلیل نگرانی های امنیتی به آن دست یابم و سعی میکنم کارم را قسمی انجام دهم که مردم اینجا بیایند و مرا ببینند و نه اینکه من بروم و در جایی که آنها به سر میبرند چی مکتب، شفاخانه، نهادها، مکان کار و یا حتی در خانه هایشان با آنها ببینم. من امیدوار هستم که قادر شوم که به آنها در داخل محوطه کاخ ریاست جمهوری دسترسی داشته باشم. مسئله حقوق زنان یک موضوع عمده در افغانستان است. چی فکر میکنید؟ آیا قوانین تنها به خاطر حفظ و ارج گذاری به حقوق زنان بسنده است؟ قوانین بسیار خوبی در این عرصه وجود دارد. مشکل داشتن قانون نیست، بلکه مسئله بیشتر تطبیق آن است و مسئله طرز فکر و اندیشه است که در دری به آن ذهنیت گفته می شود. ذهنیت در قبال زنان باید بسیار باز و مثبت باشد، به جای اینکه به طور خودکار فکر کرد که زنان کاری را به خوبی انجام دادن نمی توانند. مردم باید به حرفی که می زنند برگردند که زنان در واقع اعضای جامعه مثل مردان هستند و به خاطر هر نقشی که دارند احترام شوند، چی در خانه باشد یا بیرون از آن. بیشتر شنوندگان و بینندگان ما سوالاتی را در مورد کمک به زنان در مناطق روستایی فرستادند. یکی از عمده ترین انتقادهایی که دولت پیشین و مؤسسات غیر دولتی را بیشتر مرگ می زند این است که بیشتر بر زنانی که در شهرها هستند تمرکز شده، نه زنانی که در روستاها و دهکده های دوردست افغانستان زندگی می کنند. طرح شما در این باره چیست؟
به نظر من این شکایت در مورد زنان در ولایات دورافتاده و ساحاتی که امن نیست درست است. در مورد آنها غفلت شده است و من سعی کردم که افرادی را که می‌بینم نهادهایی دارند متقاعد سازم که سعی کنند راه‌های ابتکاری را برای رفتن و مکان‌هایی دریافت کنند که در آنجا امنیت وجود ندارد. به خاطر که آنها زنان افغانند و از عین حقوقی برخوردارند که سایر زنان افغان دارند و باید از آنها مواظبت شود. نمیدانم این کار چقدر زود خواهد بود، اما من تلاش لازم را برای آن خواهم کرد. شما در تمام زندگی یک آموزگار بوده اید. اگر شرایط برابر شود، می خواهید که روزی دوباره در دانشگاه کابل درس بدهید؟ نمیدانم، شاید هرگز آن توانایی را نداشته باشم. من به سن بازنشستگی رسیدم. من به دنبال وظیفه پرمنفعت نیستم. فکر میکنم که آموزش و تدریس یک روند 24 ساعته است. من فکر نمی کنم که همه چیز را بدانم و افراد دیگری به من می آموزند. شما در هر سنی که باشه چیزهایی را می آموزید. اما چیزهایی شاید باشد که من می خواهم به میان بیاورم. یک چیز که من فکر میکنم نسبت به چیزهای دیگر در این کشور به میان بیاورم این است که من افغانستان را در 1977 با همسرم ترک کردم، هنگامی که او برای گرفتن دکترایش به ایالات متحده آمریکا رفت و خاطرات من از افغانستان در آن زمان دارم هنوز در خاطرم زنده است. من خاطرات آن زمان را به مردم قصه می کنم و آن چیزی است که می خواهم حالا شاهد آن در افغانستان باشم. همان گونه که با زنان در آن زمان رفتار می شد و قسمی که ما وقت خود را سپری می کردیم. بنابراین شاید با همان احساس من بتوانم برخی معلومات را به افرادی بدهم که برای درک آن زمان بسیار جوان هستند و یا کسانی که با مشکلات زیادی مواجه شدند. شما در مورد گذشته ها گفتید. میشه در مورد جوانی های اشرف غنی بر ما چیزی بگین، چیزی که مردم تا کنون نمیدانند؟ من نمیدانم در این مورد چی بگویم، اما مثل یک کتاب باز است که هر فرد تمام چیز را در موردش می داند. من می توانم یک قصه آن زمان را برای شما حکایت کنم. زمانی که او یک مدرس در دانشگاه کابل بود و زمانی که ما ازدواج کردیم. در دانشگاه کابل کنفرانس هایی در مورد چهره های ادبی مثل جمال الدین افغانی و افراد شبیه او ترتیب می کردند. و آنها با یک ترجمان نیاز داشتند. آنها آمدند و از همسرم خواستند که در کنفرانس هایی که دانشمندان از سراسر جهان می آمدند، از نروژ، روسیه، اروپا، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا ترجمه کند. تمام دانشمندان حضور داشتند و همسرم تنها ماستری از دانشگاه آمریکایی در بیروت داشت. اما وقتی او ترجمه را آغاز کرد، بزودی در بحث ها داخل شد. به خاطر که او بیشتر از برخی از این افراد می دانست و زمانی که وقت نان ما رادیو را روشن می کردیم که وقت خبرها می شد، آنها اسامی تمام آن دانشمندان بزرگ دانشگاه کابل را می گرفتند. و زمانی که به همسر من رسیدن، آنها او را یک آموزگار نگفتند، زیرا از لحاظ مهارت ها پایین تر از دانشمندان دانشگاه بود. بنابراین آنها یک لقب برای او ایجاد کردند و او را دانشمند افغان نامیدند. And they called him دانشمند افغان. بله، این چیزی است که شاید مردم به یاد نداشته باشند. صدها تن از طریق شبکه‌های اجتماعی سوال‌هایشان را بر ما فرستادند. آیا قصد دارین فرصتی را برای عامه مردم فراهم کنید که با شما از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر گفت‌وشنود داشته باشند و همچنان از کارهای شما آگاه شوند؟ Actually my office is already working on a website for در واقع دفتر من از پیش روی ایجاد یک وبسایت کار می کند.
امیدوار هستم که تا یک یا دو ماه ما یک وبسایت داشته باشیم و مردم در آن خبرهایی را در مورد کارهایی که می کنیم ببینند و بدانند که ما از چگونه برنامه ها حمایت می کنیم و همچنان محلی برای افرادی در آن باشد که سوالاتشان را طرح کنند. چیزهای زیادی در آن گنجانیده خواهد شد. ما هنوز بالای آن کار می کنیم و کار پیش رفته است. اما من می خواهم با استفاده از فرصت بگویم فیسبوک ها و توییتر هایی که بنام من هستند از من نیست. این خوب است. افراد می توانند سرگرمی هایشان را داشته باشند. اما مردم باید بدانند که آنها زمانی که با این کاربرها صحبت می کنند با من هم صحبت نیستند. آنها از من نیستند و فرد دیگر آن را ایجاد کرده و اداره می کند. آیا شما علاقه به کار مشترک با بانوهای اول دیگر بر افغانستان و کشورهای خود اونها در مورد مسائل دو جانبه دارید؟ تنها دو ماه می شود که در این موقعیت قرار گرفتم. پیش از این برخی از بانوان اول کشورها بوده است که خواستن با من تماس بگیرن. اما هنوز زود است که به دنبال آن بود. البته در نهایت آن کار را خواهم کرد. می خواهیم که از طریق رادیوی آزادی بر شاگردای خودتان یک صحبت کنیم، یک چیز برشان بگویم. آله که شما بانوی اول شدیم در افغانستان. اگر کدام چیز برایشون میگم که ما بسیار خوش هستم که خانم اولشون هستم و که ما بسیار امیدوار هستم که اونا آینده افغانستان پیش ببرن و که در مکتب خوب درس بخونن و که تمرکز سر کارشون کنن و که باید همیشه خدمت وطن کنن.